صد لا قرقره. خدا سیم از صد لا قرقره. الله اکبر. روایت فتح. عملیات والفجر 8. قسمت اول، شب عاشورایی. وسایلی که پشتتون بستین؟ امدادگری. خدا اجرتون بده. دعا به امام نظرتون نره. شاید شما هم فراموش کنید. غروب نزدیک می شود و تو گویی تقدیر زمین از همین حاشیه اروند رود است که تعیین می گردد و مگر براستی جز این است. بچه ها آماده و مسلح با کوله پشتی و پتو و جلیقه های نجات در میان نخلستان های حاشیه اروند آخرین ساعات روز را به سوی پایان خوش انتظار طی می کنند. اینها بچه های قرن 15 هجری قمری هستند، همانان که کره زمین قرن هاست انتظار آنان را می کشد تا بر خاک بلا دیده این سیاره قدم گذارند و عصر ظلمت و بیخبری را به پایان برسانند. سلام علیکم. اشماری زدی نه خدا نباشید. و اینک آنان آمده اند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان. و تو هم که از غرور آباد پر تکلف نفس اماره راه گم کرده ای و به یک بار خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس می کنی که به برکت آنان با همه چیز، آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان و دیگر انسانها پیوند خورده ای و بین تو و رب العالمین هیچ چیز نمانده است و دائم الصلات شده ای. غروب نزدیک می شود و انتظاری خوش دل بیتاب تو را در خود می فشارد. این نخلستان ها مرکز جهان است و اگر باور نداری خود به خیل این یاوران صاحب الزمان بپیوند تا دریابی که چه میگویم. مگر نه این است که زمان در کف صاحب الزمان است و اینان نیز یاوران او؟ مگر نه این چنین است که خداوند انسان را برای خلیفت اللهی آفریده است؟ و مگر نه این چنین است که انسان را عبودیت حق به خلیفت اللهی میرساند؟ این نخلستان ها مرکز جهان است، چرا که بهترین بندگان خدا، یعنی بنده ترین بندگان خدا در اینجا گرد آمده اند تا بر صف کفر بتازند و بند از اسرای شب برگیرند و آینه فطرت ها را از تیرگی گناه بزدایند و کاری کنند تا جهان بار دیگر اهلیت ولایت نور را پیدا کند. بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر پیشانی بندهایی را که رویشان نوشته است زائران کربلا بر پیشانی می‌بندند. در اینجا و در این لحظات
دلها آنچنان صفایی می‌یابد که وصف آن ممکن نیست. گفتم که هیچ چیز در میانه تو و رب العالمین باقی نمی‌ماند. خود تو، آنکه به او می‌گویی من، و در اینجا دیگر منی در میانه نیست. من می‌میرد و همه به هم پیوند می‌خورند. آنگاه دست‌ها در هم گره می‌خورند و دیگر رها نمی‌شوند. ساچن شده در اردوی حسین، ساچن شده در اردوی حسین، گویه داریم دو تا لام خاموشی در کوی حسین، حرمان شده در کوی حسین، آورده همه رو سوی حسین، آورده همه رو سوی حسین. از بحر نجات چرب و بلا، از بحر نجات چرب و بلا، جارو میکنی کنید کنید تکنی میکنید واسه که؟ برای دو شب دیگه. برای شب؟ بل انشالله خیره. چه خبر عروسی بگه؟ عیده عیده بحبت چه عیده خوبیه من دلتماس داره احتاج داشم خدا حافظ. در میان نخلستان‌های حاشیه اروند پیشا پیش عید فرا رسیده است و هرچه به شب نزدیکتر می شویم دلها را اشتیاقی عجیب بیشتر و بیشتر در خود می فشارد. این بیرق جان بازان حسین، این بیرق جان بازان حسین، از هر طرفی گردید بگاه. بعضی از بچه ها گوشه خلوتی یافتند و گذشته خیش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای زندگی خیش را محاسبه می کنند و وصیت نامه می نویسند. حق الله را خدا می بخشد، اما وای از حق الناس، و تو به ناگاه دلت پایین می ریزد. آیا وصیت نامه‌ات را تنظیم کرده ای؟ سودا زدگان کوی شرف، گردید مصمم رو به هدف، کابوس دهن حیوان نجف، کابوس دهن حیوان نجف. از یک طرف بچه های جهاد کارهای مانده را راست و ریس می کنند و از طرف دیگر سکاندارها قایقهایشان را می شویند و با دقتی غریب همه چیز را بررسی می کنند. یا ابا عبدالله یه چند تا بزن شاید روشن شه. آنه که شبم مهمانی خودریز خورم از خان علی، بد نعمت بی پایان علی، بد نعمت بی پایان علی. راستی تو طرز استفاده از ماسک را بلدی؟ طرز استفادهش بلدی؟ طرز استفادهش بلدی؟ طرز استفادهش بعد اینا رو میکشی و
بی بنده فیلتر هم داره؟ بله باز میکنم بی بنده نوزشو آفتاب باز هم پایین تر آمده است و دلها می خواهند که از قفس تنگ سینه ها بیرون بزنند. انتظار سایه ای از اشتیاق بر همه چیز کشانده نان همان نان است و آب همان آب است و بچه ها نیز همان بچه تو گویی همه اشیا گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت هستند، اما تو تا به حال در نمی یافتی امان از غفلت. کجا میریم؟ میریم انشاءالله امشب آماده عملیات بشیم. انشاءالله با امید خدا. الان با موتور میریم دبه میرم که برادرای روحانی دیگر هم در رابطه با تبلیغات آماده شون کنیم انشاءالله. حاج آقا شما کارتون در رابطه با این شبها چیه؟ یعنی کار شما و سایر دوستانتون که با نام مبلغین میان توی نیروها هستیم، از نیروها روحیه میگیریم، یه قدری مسائل شرعیه شونه اگر وقتی داشته باشن جواب میدیم، مسائل دعا، مسائل دیگه با برادرها هستیم دیگه. وظیفه‌مون رو به هر حال به عنوان یک کلبه انجام میدیم در میان برادرها. خدا خیرتون بده. فقط به سکاندارا میدن؟ نه به همه بردان ها میدن سکاندارا سوار بردان ها کمه به ما مرده میدن سوار سکاندارا مگه شنا بلد نیستن که باید جیره قطن کنن؟ از باب احتیاط شنا مرده خب البته خب دخنه رو پیاده خواستن خفتن بس بابا که مینی خایقه من نمیه بایی سیمچین داری سکار میکنی؟ چون مسئله خشونه؟ ها؟ یا سلاخ کردم عکسه امامه بزنم در جیبه. شما امشب با بچه میری؟ انشالله یاری خدا. اخوی شما از کدوم شهری؟ اصفهان. اصفهان خود اصفهان؟ بله. اونجا چه میکردی؟ اصفهان؟ آها اصفهان یه چند وقت در خونه مدام رفتون کشاورز. کشاورزی؟ بله. کشاورزی تو دهاته؟ بله. کدوم دهات؟ دهاتی رفافه سارون. چی میکاشتیم؟ گندم، خربزه، برنج، همه چی میکاشتیم؟ حالا اومدی جبهه چی کار کنی؟ حالا اومدم جبهه برای خدا بزنگم، برای رضای خدا بزنگم.
کتاب ها مال چیه؟ مال تبلیغات داره برنامه. کتاب های؟ دفترش های خاطرات هست و راهی به سوی نور کمین دعاها هست و قرآن کوشی. بله. اینا رو کی میخوایی میونه بچه ها تقسیم کنیم؟ اینا رو همین الان مشغول این که بریم تقسیم کنیم انشاءالله. خدا خیرتون. چند وقت هست با بچه ها هستیم؟ من هست که خودم که در حدود 2 سال بودم. از مجروح این بار این دفعه سومین باره که بعد از مجروحیت میایم اینجا. خدا خیرتون بده. بیشتر با کدوم لشکر میبودیم؟ بیشتر با CP-31 همین لشکر 5 نفت و یا حاج آقا شما طلبه هستین؟ طلبه کدوم حوزه هستین؟ طلبه حوزه مشهد هستیم. بله. شما درس هم میخونین دیگه؟ درستون واجبتر نیست؟ انشالله. خب اینجا مقدمه استرای درس. بله. تا ما تو جبهه تلاش نکنیم و صدامی ها رو بیرون نریزیم، یعنی اسلام اینجا هست بعد درس هست، ما اول باید اینجا رو حفاظی کنیم و بعد بریم به درس ها برسیم، چون که دشمن اگر قرار باشه تو خاک ما بریزه، خب اسلام ما هیچ ارزشی نداره، که ما باید اول دشمن رو بیرون بریزیم و بعد درس بخونیم و اون موقع درس خوندن ما ارزش داره. حاج آقا شما هم از کدوم حوزه هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بنده هم از حوزه مشهد هستم، از مدرسه سلیمانیه. بله. شما چند وقت با من در حدود این بار در حدود تاریخ 25 اعزام شدم. درست. که حدودا میشه 1 ماه. دفعه قبل هم تشریف آورده. بله. روی بچه‌ها رو چطور می‌بینید در رابطه با امشب؟ که خیلی عالی است برنامه اینا. خیلی عالیه واقعا. ما که تو بران‌ها رفتیم بچه‌ها با یک روحیه‌ای و یک حالتی خاصی مشغول دعا و نیایش و بعد آمادگی کامل ان شاءالله مشغول آماده شدن هستن. خیلی ممنون. التماس دعا. معتاد دعا. خدا حافظتون. خدا حافظتون. آیا می‌خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین. آن یک رزمنده کشاورز بود و این یک طلبه است و آن دیگری در یک مغازه گمنام در یکی از خیابان‌های مشهد لبنیات فروشی دارد و به راستی آن چیست که همه ما را در این نخلستان‌ها گرد آورده است؟ تو خود جواب را می‌دانی. بچه کجایی؟ مشهد. چند وقت تو منطقه این؟ حدود 1 ماه هستش. بینم لباسای مخصوص غواصی تنتونه. بله دیگه انشالله میخوام بزنیم به خط. امشب انشالله از کجا باید عبور کنی؟ دیگه از همین هروند کنار برمون. به خط چکنی؟ با عزت. چند سالتونه؟ 23 سال. قبلا چی کار میکردین تو مشهد؟ لبنیاتی داشتیم. انشالله. بیا و بعثت دیگر باره انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر انسان را برگزیده است. انشالله مخواهیم تو سنگره ی عراقی بندازیم. اصلا هم با خودتون میبرید؟ به زیرا آب صدای نمیبینه اینا. نخیر خط چکنید دیگه اینه اول غباس ها میرن. به بچه کجایی چما؟ شخور هستم. والفرج يا جبار الفرج والفرج يا خالق الفرج والفرج يا حي يا غيور يا ذو الجلال والإكرام يا رب ويا خير الناصرين.
صلی الله علی خیر خلق محمد و آله الطاهرین برحمتک یا ارحم شما سعی کنین که از مسئولی دستات اینا قشنگ پیروی بکنین و دنبال سرش حرکت کنین. مسئله دیگه که اگر ما خواستیم توی راه به کمین یا چیزی گیر کنیم اینا، اون آرفی زنایی که قرار شده آرفی جی بزنن اینا باید سریعا، یعنی چه از دستی سه یا دو اینا سریع کمین که گذاشته بشه اینا، یه اینا آرفی جی هاشنه بزنن و سعی کنیم ما اول نفوذ کنیم، سعی نکنیم برای که زود بریم مثلا آرپیجی بزنیم یا راه رو شلوغ کنیم. سعی کنیم همونطور که تو جلسات قبلی هم گفته شده اینا نفوذ کنیم با چیز نفوذ کنیم پشت دشمن، بعد بزنیم که اون نقطه به اصل مطلب گورهان مایه که بعدش هم باید به جناحین راست و چپ دست بدیم. برادر تو حال خودشون باشن و توجه به جنا بیا و بعثت دیگر باره انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته و او را برای خیش برگزیده است. اینان در یادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد. اما مگر نشنیده ای که آن اسدالله الغالب، آن حیدر کرار صحنه‌های جهاد که چون فریاد به تکبیر برمی داشت و تیغ برمی کشید، عرش از تکبیر و تحلیل ملائکه پر می شد و رعد بر سپاه دشمن می غرید و دروازه خیبر فرو می افتاد، او نیز شب که می شد چه بگویم؟ از چاه‌های اطراف کوفه بپرس که هنوز تنین گریه‌ها و ناله‌های او را به خاطر دارند. اگر سلاح مؤمن در جهاد اصغر تیغ دودم است و تیر و تفنگ، سلاح او در جهاد اکبر اشک و آه و ناله به درگاه خداست. و اگر راستش را بخواهی، آن قدرتی که پشت شیطان را می شکند و آمریکا را از ذروه دروغین قدرت به زیر می کشد، این گریه هاست. اینها بچه های قرن 15 هجری قمری هستند، همانان که کره زمین قرن هاست که انتظار آنان را می کشد تا بر خاک مبتلای این سیاره قدم گذارند و عصر ظلمت و بیخبری جاهلیت ثانی را به پایان برسانند. عصر بعثت دیگر باره انسان آغاز شده است و اینان منادیان انسان تازه‌ای هستند که متولد خواهد شد، انسانی که خداوند توبه او را پذیرفته و او را بار دیگر برگزیده است.
گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که روح را به دیار جاودانگی و لقاء خداوند پیوند می دهد و عشق آب رحمتی است که همه تیرگی ها را از سینه می شوید و دل را به عین صفا که فطرت توحیدی عالم باشد اتصال می بخشد. ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلی همه تاریخ است. چه می جویی؟ عشق همینجاست. چه می جویی؟ انسان اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است. بدر و حنین و عاشورا اینجاست و شاید آن یار او هم اینجا باشد. این شاید که گفتم از دل شکاک من است که برآمد. اهل یقین پیامی دیگر دارند. بشنو. تعیین شده خوام بریم خط مقدم و به قلب دشمن انشاءالله بتازیم. آمادگی بچه ها رو چطوری میبینید؟ الحمدلله خیلی با روحیه عالی و خودتون شاهد خداحافظی و شاهد این گریه های خوشحال کننده از چهره هاشون پیدا بود. خودتون ناظر برنامه بودید الحمدلله با روحیه 100%. خودتون بفرمایید چند وقت تو صفا هستید؟ یا صفا هستید یا بسید؟ بنده برادر کوچک خدمتگزار اسلام محمد رضا سلیمانی از سال
58 عضو سپاه شدم. از همون ابتدا به مدت 3 سال خورده که در جبهه می باشم. صبح پیروزی هرچند هنوز فضا از نم باران آکنده بود، اما آفتاب دل مؤمنین همه را گرم می داشت. ما وظیفه روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده روایت آنچه می گذشت برمی آید؟ در کربلا این جوانان نسل تازه‌ای هستند که در کره زمین ظهور کرده است و وظیفه دگرگونی عالم را پروردگار متعال بر گرده اینان گذاشته است. عصر بعثت دوباره انسان آغاز شده است و اینان پیام آوران این عصرند و پیام آنان همان کلامی است که با روح الامین بر قلب مبارک رسول الله تجلی یافته و از آنجا بر زبان مبارکش جاری شده است. چگونه است که پروردگار در طول همه این اعصار اینان را برای امانتداری خیش برگزیده است؟ صف طویل بچه ها با آرامش و اطمینان وسعت جبهه فتح را به سوی فتوحات آینده طی می کردند و خود را به خط مقدم می رساندند و تو از تماشای آنان سیر نمی شوی. خیلی شگفت‌آور است که انسان در متن عظیم ترین تغییرات تاریخ جهان و در میان سردمداران این تحول زندگی کند و از غفلت هرگز در نیابد که در کجا و در چه زمانی زیست می کند. اینجاست که تو به ژرفنای این روایت عجیب پی میبری و در میابی که چگونه معرفت امام زمان شرط خروج از جاهلیت است. ببین که عصر جاهلیت ثانی چگونه در هم فرو میریزد و ببین که چه کسانی راه تاریخ را به سوی نور میگشایند. بچه های محله تو و من، همانها که اینجا و آنجا در مدرسه و بازار و مسجد و نماز جمعه میبینی، با همان سادگی و صفایی که در دعای توسل عشق میریزند، تکبیر گویان به قلب سپاه دشمن میزنند و مکر شیاطین را یک سره برباد میدهند. شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی،
دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند. همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است. نواسته جلو دشمن بکاریم. چی هست؟ مینه، مینه، مینه زد خود رو. آها، ببریم جلو؟ بله، بله. امامیده هم خدا هست. سلام. این ماشینیم لگه برای یه دهزه ماشین ببخشی. یه دهزه بین کنم، کنم ماشین خطی کم بودید دیگه؟ بله؟ سلام علیکم، خطی کم بودید، خطی نماشین وقت خطی نشکرسیم، خدا خودش گیرسیم. خدا خیرتون بده. چه خبر نکردید؟ بله، چه خبر بود؟ خبر هم بکش بکش بود. الحمدلله به چه رفتن جلو؟ الحمدلله. چقدر جلو هستن؟ رفتن اونجا خبر چی رو باید بگیرن؟ هفت کیلو میرفتن جلو. بچه های نصر هم؟ نصر هستن، همه لشکر هست. امام حسین. شما بچه های قباسی نصرین؟ نه، امام حسین. خدا خیرتون بده. رفتن بیرون. همون دیشب رفتن. پول رو انداختن؟ نه، پول رو انداختن. دیشب چه خبر بود وضعیت؟ دیشب هیچی برای به دستمتری عراقی ها بازم نفهمدن. نفهمدن ما بعد یه دیر پیاده کن بدن ندادیم ما سنگان ما خش کسن اما اون مکل یه رکسم اون برای اون خواهیدی یا ایتی نیم؟ بله؟ اون طرف روحیه بچه ها وضعیت خیلی خوب روحیه بچه ها خیلی خوب من شود بال بالی میزدم به همشه تا صبح از نمیزنم خاصو کیف میکنم اونا نمیذارم. خدا خیرتون بده. خدا حافظ شما. موفق باشید. آقا خوندی. آقا خوندی. آقا خوندی. آقا خوندی. برا سر کرد دیگه. کجا هستی؟ شهر کن جان؟ شهر کن از قم اومدیم ولی خواه از نیروهای شهر کن برد الان با بچه ها میخوایی از اروان رود بذاری؟ انشاءالله دوم بخواه چه احساسی داری؟ احساس دیگه قابل اظهار نیست لا نمیشه چند وقت بود بچه هست؟ تقریبا 23 روز هست بینم اگه انشاءالله رفتون اون برای اروان رود چه برنامه هایی برای خودتون در نظر گرفتید؟ جنگ میکنید یا؟ انشاءالله دیگه بر جنگ موقعا که فلافن کردیم خب به کارهای دیگه میپردازیم انشاءالله. کارهای دیگه تون چیه؟ تبلیغ و احکام و این مسائل آیات قرآن و احادیث کنید. روحیه بچه ها رو چطور میبینید؟ کجا؟ الحمدلله قابل وصف نیست اصلا زبون ارکنه که بخواب بیان کنید روحیه شما در منتهى الیه اروند رود در کنار خور رزمندگان تازه نفس منتظرند که با قایق ها به آن سوی رود انتقال پیدا کنند و تو در این فکر که چه کسی و چه چیزی این همه انسان هایی را که بیشترشان جوانان 20 و 25 ساله هستند
در اینجا گرد آورده است و در میان این جمع دیدن طلبه ها با آن عمامه هایی که آنان را به صدر اسلام پیوند می زند بسیار امیدوار کننده است. طلبه ها مظهر این پیمان مستحکمی هستند که ما را با پروردگار عالم و غایات وجودی من پیوند می دهد. به راستی چه کسی ما را در اینجا گرد آورده است؟ آن چیست که این چنین با جاذبه ای نهانی و غیر قابل مقاومت ما را به سوی خیش می کشد؟ گروه دیگری از قواس‌های خط‌شکن بعد از آن شب پرحادثه‌ای که در آن سوی رود گذراندند باز می‌گردند تا جای خیش را به رزمندگان تازه نفس بسپارند. سلام علیکم. سلام عمل کردیم دیشب؟ دیشب عمل کردیم. چه ساعتی؟ تقریبا ساعت‌های 9-10 ساعت دهش نمی‌دونم. خیلی خوب بود. به لطف خدا و فاطمه زهرا خیلی خوب بود. چرا تا الان صبر کردیم اون بله؟ وظیفه شما چی بود وقتی رسیدیم؟ وظیفه ما این بود که گردانه رو ببرم تا جاده فاو بسره را. رسوندیم بچه ها را؟ که بچه ها رسند ما به زودی هم رسیدن. الان تو جاده مستقر هست. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. شما قبلتون هستید؟ بله. شما کی عمل کردید؟ ما دیشب ساعت 9 شب. نحوه رفتنتون اون طرف به چه صورت بود؟ خیلی عالی بود. بچه‌ها رویه کافی داشتم و ساعت داشتم خوب عمل کردم. خدا خیرتون بده. الان تو اونور اروندرود تا کجا رفتید؟ تا جاده فاف و بسره. آسفال. بچه‌ها اونجا مستقرن؟ بله. پشت خاربیز توشون. خدا خیرتون بده. آری در اینجا و در دل این نخلستان هاست که تاریخ آینده جهان بر گرده خستگی ناپذیر این جوانان بنا می گردد. ایوان علی با حسین نوجبون ها دادیم، ارتشی هم سپا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا ما داریم می داریم. کربلا کربلا ما داریم میاییم، کربلا کربلا ما داریم میاییم، کربلا کربلا ما داریم میاییم. به امروز هم بهترین درود و سلاممون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید و آن عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارن از حق و اسلام و میهن اسلامی ما دفاع می کنن. پاسداران، ارتشیان و همه رزمندگان دیگر، بارلاها این انسانهای به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستن یار و یاور باش. خدایا این امت ما را که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده است همچنان در راه این کمال استوار بدار. Hold on, dude. Hold on.
دادیم، عراقی با سمران جهان آرا دادیم، نام جو پکوری اللهی سرانی ها دادیم، شیرودی شریعت عباس دونگان دادیم، نزدیک دجله کربلا ما جوون ها دادیم، پیروان علی با حسین نو جوون ها دادیم، ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا بسیجی عاشق کربلاست. به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها، نه کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آنگاه روانه دیار قدس شویم. به خاطر پایداری گوش کن، به خاطر پایداری